ای مؤمنان شما به طرف خدا رجوع بکنید. موضوع توبه هست، توبه خالص. خب توبه به معنی بازگشت، برگشت از رای یا از اعمالی که انسان دارد و خرابن، از اونا به طرف رای درست و صحیح برگردد. و در آیات زیادی گاهی این آیه به صورت امر آمده که همین طوری که در اینجا است که توبوا الی الله توبتا نسوعا، و در سوره نور آیه هست که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همه مؤمنان را خدا خطاب می کند که توبه بکنید، رجوع بکنید به طرف الله تا که شما کامیاب بشوید. پس توبه به معنی رجوع کردن هست از عملی که انسان خدای ناخواسته بر خلاف شر، بر خلاف انسانیت انجامش داده، از اون باید برگردد. توبه معنی رجوع کردن از اون راه و روشی که این شخص مرتکب اون گناه شده. توبه امت رسول الله قبول می شود تا وقتی که به آخرین لحظه و سکرات مرگ و به غرغره نرسد. همچنین ایمان تا اون وقت پذیرفته می شود که اگر کسی به آخرین لحظه زندگی نرسید، ایمان آورد، ایمانش قبوله. در یک حدیثی حضرت رسول الله می فرمایند یک کافر با تو درگیره و شما اون را به زمین می زنید، اون کلمه طیبه را می خواند، رجوع می کند، کلمه می خواند، از اون به بعد اگر شما اون را کشتید این کلمه را باید جواب بدهید. چنانچه که برای حضرت اسامه ابن زید این مسئله رخ داد، رسول الله فرمود روز قیامت در مقابل اون کلمه‌ای که اون خواند و شما بعد از خواندن کلمه اون را کشتید چه جواب دارید؟ اللهم اینی بری ام من فعل اسامه، خدای من از فعل اسامه، از کار و کردار اسامه بیزارم من. حضرت اسامه برای من خیلی این جمله سخت گذشت. من گفتم که اون از توی دلش نبود، از ترس و از مرگ این را گفت. و الله شققت قلبه، چرا دلش را باز نکرده که در دلش هست یا نیست؟ این در توان شما نیست که از دل انسان ها آگاهی داشته باشید. اون که از دل ها آگاهی دارد خدای متعال است. انه علیم بذات الصدور. پس ایمان بأس وقتی عذاب، مانند ایمان فرعون، و توبه یأس در وقت مردن، میگه این دو محل قبول نمی شود، یا اینکه خورشید از غرب طلوع بکند، اینجا هم دیگه در توبه بسته می شود. تا اون زمان در توبه هست. از انسان باید سریعتر رجوع بکند، توبه بکند.